خیلی وقتا بلاهایی که در زندگی بر ما مترتب میشه و نازل میشه ناشی از در واقع همسری است که داریم بله. و حالا مثلا مشخصا گفتن با کسی که یک ذره بخشش نداره و هر مطلب کوچکی رو سالها بازگو میکنه، چطور میشه با یک همچین کسی احساس رضایتمندی در زندگی تجربه کرد؟ این هم به حال پرسشی است که بعضیا دارن. بله، یکی از حوزه همینه که برمیگرده به از کنم که بحث های خانوادگی. ببینید بینندگان خوب برنامه، وقتمون هم خیلی محدوده. بله، پس من خلاصه عرض میکنم و بعد تفسیرش رو میذاریم برای بعد. ببینید بینندگان خوب برنامه، ما دو جور در زندگی خانوادگی میتونیم به اون به اصطلاح خیر برسیم. گاهی وقتا با داشتن همسری خوبه، مانند بهترین نمونه از زندگی حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها که همسر هر دو معصوم و شایسته. میدونید این موقعیتی که ایشون داشتن هیچ کسی دیگری در آفرینش نداشته، حتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه همسر معصوم نداشتن در چنین وضعیتی. این یک وضعیت است و البته میدونید بیشترین بلاها رو هم در حوزه دیگر زندگی اینها داشتن ها. اگر همسرشون خوب بوده مشکلات دیگری داشتن. اول مظلوم عالم هم حضرت علی علیه السلام هست و حضرت زهرا سلام الله علیها. و اما گاهی از وقتها خود همسر بد و بد اخلاق مایه خیر و برکت ماست. آیه قرآن را بخونم و بعد حالا اگر فرصت نبود تفسیرش رو میذاریم برای بعد. میفهمه که و عاشروهن بالمعروف، به مردها مخصوصا خطاب میکنه، میگه با زناتون با به معاشرت به معروف داشته باشید، حسن معاشرت داشته باشید. فئن کرهتموهن، اگر خوشتون نیومد، حالا همسر ممکنه بد اخلاق باشه، تفصیلش ان شاءالله میذارم برای بعد. فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. باز دوباره اینجا خداوند متعال همونو میفرماید، میفرماید گاهی از وقتا ممکن همسر شما همسر ناشایست باشه، غریب به همون مضمونی که در قتال داشت. دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. میفرماید همسر ناشایست گاهی وقتا مایه خیر و برکت شماست. لذا همیشه اینطور نیست که ما فکر بکنیم با وجود یک همسر ناشایست من باید ناراضی باشم. البته همونطوری که در بحث‌های پیشین اشاره کردیم، رفتار ناشایست اون همسر مورد تأیید نیست. بله. اما برای من میتواند مایه خیر و برکت باشه. حالا انشاءالله بعداً من بیشتر در مورد این نمونه عرض خواهم کرد. خیلی از افرادی که به مقامات عالی رسیدن به خاطر این است که همسران ناشایستی اتفاقا داشتند. اصلا به این علت. بله، دقیقاً همینطوره. عکس العملی که نسبت به پدیده داشته. حالا تفصیلش و نمونهاش بمونه برای بعد. لذا حتی میبینید این منطق توحید و وجود خدا در زندگی اونقدر این شگفت انگیز و فوق‌العاده و ویژه است که حتی از یک زندگی پر از تنش با همسری ناشایست، حالا فرقی نمیکنه چه مرد باشه و چه زن، میتواند یک موفقیت تولید بکنه. و این اون نگاه توحیدی و فلسفه توحیدی است که ما در زندگی داریم. لذا اگر این پدیده رو باز بهش باور داشته باشیم، حتی در وجود با وجود داشتن همسری ناشایست ما میتوانیم اون درجات رشد و تکامل رو طی بکنیم. و لذا یکی از بحث‌های بسیار جدی اینجا مربوط می شود به همین حوزه. خیلی پیامک داشتیم از اون آغاز برنامه در مورد همسران ناشایست. بله. که با وجود اینها چطور می شود راضی شد. خب اون موقع نمی شد همه اینها رو مطرح کرد. الان تمامی اون پیامک ها رو ما دیدیم و جوابش خلاصش فعلا